استدعا میکنم درود بر شما جناب بهبهانی بزرگمهر و شنوندگان و بینندگانتون در سراسر گیتی به ویژه در ایران عزیز امروز دوشنبه 28 یانواری 2019 برابر با 8 بهمن ماه 1397 هست می‌دونیم که قیام مردم ونزوئلا دوباره به یکی از خبرهای اکتوئل و روز جهان بدل شده که البته ریشه در سیاستهای پاپولیستی در این کشور داره در حقیقت پوپولیسم ابزاری سیاسی هست که برخی با استفاده از اون از نارضایتی ها، ترس ها و مشکلاتی که در جامعه وجود داره بهره برداری می کنن و مردم رو برای پیش برده اهداف شخصی خودشون بیشتر مورد استفاده قرار می دن. این نوع از سیاست به جای اینکه اقلانی باشه و راه حل‌های طولانی و منطقی رو برای حل مسائل خودش عرضه بکنه مدعی ارائه یک سری راه حل‌های ساده و سریع هست وعده میده که نه قصد و نه توان برآوردن اونها رو داره در حقیقت پوپولیس به به دنبال جستجوی ریشه نابسامانی ها نیستش بلکه برای مشکلات پیچیده راه حل هایی رو عرضه میکنه و از مواردی حرف میزنه که اساسا قابل اثبات نیستن در حقیقت تمام کوشش او القای حسی خوشایند به اخشار پایین جامعه هست و از این جهت هیچ گونه توجهی به افراد متخصص نداره در واقع اگر ما بخوایم این پوپولیسم رو ریشه یابی بکنیم و ببینیم که معنا و مفهومش چگونه هست اینطور میتونیم بگوییم که به معنی یک حکومت تودوار یا مردم باور هستش که البته ریشه این تفکر در بین روشنفکران تندروی روسیه در دهه 1860 با ظهور نارودینکا یا همون مردم باورها پدید اومد به به باور اونها روسیه به که مرحله سرمایه داری رو بگذرونه میتونه مستقیم به سوسیالیسم برسه و اساس اون رو میتونه بر کمونهای روستایی بگذاره در حقیقت اندیشه های سیاسی اجتماعی و اقتصادی که در قالب پوپولیسم شناخته میشن طبیعیه که بسیار متفاوت هست و در هر جامعه و کشوری شکل خاص خودش رو داره مثلا کی از ارکان اساسیش اینه که جلب پشتیبانی مردم با توسل به وعده های کلی و مبهم مثل برابری، برادری، مساوات و از این قبیله یا مثلا پیشبرد هدف های سیاسی که مستقل از نهادها و احساب موجود برای اینکه که ف... راخانی بدن و بسیج توده مردم رو به وجود بیارن و از همه مهمتر مخالفت اساسیشون با جامعه مدنی هست بر همین اساس در چنین نظام هایی به جای اینکه مشارکت سیاسی افراد همراه با آگاهی و بینش کامل به شکل نهادین و نظام مند باشه به یک مشارکت تودهی که همراه با احساسات و هیجانات و تحت تاثیر تبلیغات سهمگین هستش اکتفا میشه حکومت شیوه قدرت طلب با ساخت قدرت یک جانبه پیدا میکنه این اصطلاح در حقیقت از اواخر قرن 19 هم در علوم اجتماعی رایج شد که در حقیقت به یک جنبش اطلاق می شد در قرن بیستم بیشتر جنبش های آمگرا با جنبش های امریکای لاتین و هند شناخته می شد اما از دهه 1980 به این سو این جنبش ها در کشورهای کانادا، ایتالیا، هلند، اسکاندیناوی و ایالات متحده درجاتی از این موفقیت رو به دست آوردن و نه به طور کامل. عوام گرایی رو در جنبش های روستایی روپای شرقی پیش از 1939 و در فاشیسم و نازیسم در بسیاری از جنبش های آزادی بخش جهان سوم هم میتونیم پیدا بکنیم. در حقیقت یکی از ویژگی های پوپولیسم توهم توته هست که به ترور و کشتار و سرکوبی و دشمنی های در حقیقت قومی مذهبی منتهی میشه نمونه های راستگرانه چنین جنبش هایی رو میتونیم در مک کارتیسم امریکایی فاشیسم و نازیسم مشاهده بکنیم از نمونه های چپگرایان پوپولیسم هم میشه به جنبش آرمانگرای چپ نو اشاره کردش استفاده از این اصطلاح در حقیقت به برای تحقیر و توهین سیاسی نخستین بار توسط مارکسیست های روسی برای حمله به رقبای انقلابی غیر مارکسیست به ویژه همون نارودینیک ها باب شد. در حقیقت میتونم بگویم که یکی از نیروهای محرک پشت حزب مردم امریکا حزب پوپولیست در اواخر ماه یا صده نوزدهم بود و همچنین دیگر نمودهای پوپولیستی در اون کشور طی صده 20 و حتی امروز که در نیویورک توسط دهقانان علیه سرمایداران بزرگ را افتاده بود که از اون بعد به بعدم به اون دست از سیاست مدارانی اطلاق میشد که در یک کلام ضد مدرن نامعقول و تسرونده هستن اطلاق میشد و از اینها گذشته نظریه عوامگرایی فلسفی پوپولیس رو اینطور تعریف میکنه که عامه مردم که افراد ناگاه در واقع ناآگاه نسبت به امور جامعه و سیاست همچنین منفعل و ضعیف هستن اینها رو میگن عوامگرا و یا همون پوپولیست عوامگرایان در روسیه حزب آزادی و زمین رو بنیان کردن که در آغازم اشاره به این نظریه داشت که انقلاب کار مردم هست که در روسیه معنای اون منظورش در واقع دهقانان اون کشور بود نه اقلیت مبارزه انقلابی در پایان قرن 19 ها های روسیه که به عمل سازمانی و حزب پیش رو باور داشتن به همه روش های انقلابی رقیبان غیر مارکسیست خود شون بر عوامگرایانه می زدن و این عنوان به صورتی تحقیرآمیز رایت شد از دیگر معنا و مفهوم پوپولیس میتونیم همون بگوییم که مردم یا مردم کوچه بازار یا ایده مردم کوچه بازار هستش که در حقیقت به یک مفهوم گسترده تری اشاره داره و خطاب قرار دادن منافع و نظرات مردم کوچه بازار در واقع یکی از پرکاربردترین مستمسک هایی هستش که میشه اونها رو در تجربه های مختلف که برچسب پوپولیس بر اونها زده شده رو پیدا کرد به سخن دیگر میتونم بگویم که معنای مردم هم متمایل به تمامیت بخشی هست و همچنین تفرقه اندازی یعنی در زمان خودش از یکی از این دو معنا استفاده میکردند در واقع این معنا نه تنها تلاش میکنه تا اکثریت خشمگین و خاموش رو متحد بکنه بلکه تلاش داره که این اکثریت رو علیه یک دشمنی مشخص بشورونه و اونها رو تحریک بکنه که منظور دشمنی مشخص همون نظام حاکم هستش و از اینها گذشته جای تعجب نیست که بازیگران پوپولیس فراتر از تفاوت‌های زمانی و مکانی معمولاً از پیاده سازی مک... م... مکانیزم های دموکراسی مستقیم مثل رفراندوم و همه پرسی حمایت می کنن. مثلا برای نمونه پوپولیسم معاصر در امریکای لاتین تمایل داشته است که تا از گذر از مجمع قانون اساسی که از پس رفراندوم ها برپا میشه و نوز میگیره تغییرات قانون اساسی رو به تصویب برسونه بنابراین مفهوم پوپولیستی اراده عمومی به جای اینکه بر اساس یک روند اقلانی استوار باشه در حقیقت برآمده از یک سپهر عمومی و بر پایه مفهوم عقل مشترک بنا شده اما از اینها گذشته پوپولیسم یک سویه تاریک هم داره هسته مرکزی پوپولیسم که همون ویژه مفهوم اراده عمومی هست که ای بسا در حقیقت اینطور میتونم ارزیابی بکنم که در واقع میشه اینطور گفت که این نظریه هایی که در رابطه با مسئله پوپولیس و مفهوم اون هستش در واقع ای بسا که به حمایت از گرایش های اقتدارگرانه هم ختم بشه به واقع بازیگران پوپولیست و رای دهندگان اغلب یک مفهومی از امر سیاسی رو به اشتراک میگذارن و از طرف دیگر میتونم بگویم که پوپولیست تعهدی در برابر ارزش های اساسی مثل اخلاق صداقت، آزادی، برابری و عدالت اجتماعی نداره. افراد پوپولیست به جای اینکه ریشه یابی و علتیابی مشکلات جامعه رو بکنند با مردم ناراضی همراه بشن احساسات و حب و بغس های اونها رو علیه اقشار و افراد توانا موثر و سازنده تحریک می کنند. در واقع یک پوپولیس و عوام فریب چند خبرگزاری داره. تعداد زیادی روزنامه داره که زنجیروار مخالفان رو نقد و متهم و تخریب میکنه و مدام از عوام فریب یاد شده تعریف و تمجید میکنه. اونو با کلاس و نخبه و موجه معرفی میکنه و سیاستهای اون رو مدرن، متمدن و در مسیر توسعه قلمداد میکنه و در برخی موارد هم فرد پوپولیست تقدیس میشه و از اعتقادات مذهبی مردم بهره برداری میکنه. فرد پوپولیست یک کاریزمای قوی هستش و مخاطبانش از او بوت می سازن. مدافعینش هم روز به روز بر غیر و غیر منطقی و دروغین بودن وعده هاش به تدریج پی میبرند و از او فاصله می گیرن. و مهمتر اینکه یک پوپولیست هیچ زمانی خودش رو عوام فریب نمیدونه در واقع پوپولیسم یعنی اینکه مردم پول اندکی دریافت بکنن و برای یک ماه راضی باشن افراد پوپولیستی با این کار امتیاز سیاسی میگن و هیچ کس هم نمیپرسه که آیا این کار منطقی هست یا نه یعنی به جای اصلاح فضای کسب و کار و نظام مالیاتی و برقراری روابط معقول بین بین اون چه مردم به اشتباه به اون علاقه مند هستن تن میده و نتیجه هم مسائب و مشکلات فراوانی هست برای یک جامعه یکی از ترفندهای های تقسیم جامعه به دو بخشه گروه عادی و گروه حکومتی این تعریف ابزار قدرتمند رو در دست افراد فرصت طلب به وجود میاره ایجاد میکنه و پوپولیست گروه حکومتی رو فاسد معرفی میکنه و گروه عادی رو قانه میکنه که علیه او قیام کنن و سرنوشت خود رو در دست بگیرن و تحولی رو در جامعه ایجاد بکنن و اکنون در حال حاضر ما میبینیم که فاجعه آمیزترین آزمایشگاه پوپولیسم در ونزوئلا صورت گرفته که هم در عرصه اقتصاد و هم در عرصه سیاست خودش رو نشون داده و بار دیگه ظرف این هفت سال گذشته نشون داده که وقتی در کشوری عوام فریبی به کرسی قدرت بشینه میتونه نتایجی دردناکتر از تا اون و سیل و اینها رو برای مردمان اون کشور در پی داشته باشه و خبر کوتاهی که چندی پیش از سوی خبرگزاری رویترز منتشر شده بود که بسیار پرمعنا بود اینکه ونزوئلا 550 هزار بشک نفت از امریکا وارد کرده به سخن دیگر میتونم بگویم که کشوری که با برخورداری از 300 میلیارد بشک نفت در زیر زمینهاش غنیترین منابع نفتی جهان رو در سطحی بالاتر از عربستان سعودی و معادل دو برابر ایران در اختیار داشته برای تامین بخشی از نیاز پالایشگاه های خودش به ایالات متحده ای امریکا متوسل میشه که از دیدگاه رهبران کاراکاس دشمن شماره یک ونزوئلا هست و در حقیقت اونچه که از نظام هوگوچاوز در حقیقت بر جای مانده همون توطعه چینی هست که پرچمدار پوپولیسم و ونزوئلایی هوگو چاوز بود که در سال 1999 با وعده استقرار سوسیالیسم قرن 21 به قدرت رسید و حدود چهار سال پیش یعنی در سال هزار که بعد از مرگ هوگو چاوز نظام ساخته و پرداخته خودش رو با یک رومانتیسم ویرانگر اون به صورتی در حقیقت بسیار اصفبار برای مرید بسیار وفادارش نیکولاس مادرو به ارث گذاشته البته میدونیم که برای ایرانی ها هوگو چاوز چهره بسیار آشنا بوده چون عنوان دوست نزدیک محمود احمدی نژاد بارها به ایران رفته یا میهماندار رئیس دولت‌های نهم و دهم جمهوری اسلامی در ونزوئلا بوده و وابستگی و وفاداری رئیس جمهور پیشین در ایران یا همون محمود احمدی نژاد به همتای ونزوئلاییش حد و مرزی نداشته که در حقیقت از جمله با این سخنان که چاوز پیش از فوتش به همه انسانهای انقلابی در کشورش گفته بود اگر من رفتم نگران نباشید امام مهدی خواهد اومد که البته این گفته رو در روزنامه شرق در 14 بهمن 1193 منتشر شده بوده و در حقیقت تنها محمود احمدی نژاد نبود که رئیس انقلاب بولیواری ونزوئلا رو این چنین بر کرسی تقدس مینشون. بخش بزرگی از جنبش های چپ انقلابی در جهان از جمله در اروپا هم هوگو چاوز رو ادامه دهنده راه چکوارا و فیدل کاسترو تشخیص داده و دلبسته نظامی اون شده بودن که در واقع اون نظامی که او بنیاد کرده بود در حقیقت سهمی از همین دلبستگی امروز به نیکولاس مادرو جانشین هوچاوس این هستش که اگرچه ونزوئلای صاحب غنیترین منبع نفتی جهان با ورشکستگی فاصله چندانی نداره و در حقیقت ایستادن مردمان اون هر روزه در صفهای طولانی مواد خوراکی و اینها هستش در واقع میدونیم که با توجه به این موارد هیچ کشوری در جهان از آفت پوپولیسم که مهمترین ویژگی اون ارائه پاسخهای بسیار ساده و عوام فریبانه برای پرسش های پیچیده و مشکلات اجتماعی هستش در امان نیست برای مبارزه با این آفت در حقیقت راهی وجود نداره جز افشای اون و کمک به ارتقای عقل در بین شهروندان در حقیقت اون چه که هوگوچاوز رو در کشورش و در بین بخش بزرگی از چپ انقلابی هم در قرب و هم در دنیای در حال توسعه به مهمترین چهره مدافع زحمت کشان و فقیران بدل کرد دست و دلبازی بی حد و مرز او در هزینه کردن دلارهای نفتی بودش به طوری که در طی سالهای 2000 میلادی خوراک در مدارس کشور رایگان شد شمار برخورداران از حقوق بازنشستگی به سه برابر رسید ساخت خانه با قیمت و اجاره بسیار پایین رو به گسترش پی... گذاشت و ونزوئلا ارزانترین بنزین جهان رو به مردمانش عرضه کرد با این همه خب چگونه میتونست محبوب نشه و این احتمال هم وجود داشت که برخی از ابتکارهای دولت محمود احمدی نژاد از جمله توزیع یارانه های نقدی و یا طرح مسکن مهر که ما دیدیم که نتیجه بسیار اسفبار و دردناکی رو داشت در به ویژه در ای که دو سال قبل در غرب کشورمون در کرمانشاه آمده بود و تمام اون ساختمان هایی که ساخته و پرداخته مسکن مه بود همه از بین رفت بنابراین از سیاست های در حقیقت این یکی از سیاست های دوست ونزوئلایی ها ونزولا، احمدی نژاد بود که از اینها الهام گرفته بود همچون گفتمان دو رهبر سیاسی که در صحنه بین المللی هم چندان از هم دور نبودش و این در حالی هستش که ما میدونیم که در اقتصاد خوراک مجانی وجود نداره از نیمه دهه 2000 کسری بودجه در این کشور رو به افزایش گذاشت و از سال 2010 به این سو این کسری از 10 درصد هم گذشت اگرچه اون زمان چندان جای نگرانی نبود زیرا که ونزوئلا مثل دیگر کشورهای صادرکننده کننده نفت در فاصله سالهای 2004 تا 2014 به در واقع در نتیجه این طلای سیاه به حجم عظیمی از دلارهای نفتی دست پیدا کرده بود که البته وقتی نفت در خدمت پوپولیسم قرار میگیره عوام فریبی و کسب وجهه ملی و گفتمان پرخاش در صحنه بین مشکل زیادی رو البته در کوتاه مدت نمیتونه به وجود بیاره در ونزوئلا هم مثل ایران میلیاردها دلار نفتی در شریان های اقتصادی کشور تزریق شد و وقتی نرخ تورم بالا رفت دولت انقلاب بولیواری با شعار دفاع از محرومان تصمیم به کنترل قیمت ها رو گرفت به،, به نحوی که مایل نبود یعنی تصمیم بر این گرفته بود که قیمت ها بالا نرن اما چون قیمت ها در حقیقت به حکم سیاسیون پوپولیست در واقع گردن ننهادن بازار سیاه کالاها به سرعت رو به گسترش پیدا کرد و صفها در برابر مغازه ها طولانی و طولانی تر به رغم همه این دشواری بالا موندن قیمت نفت تا نیمه سال 2014 به ونزوئلا این امکان رو داد که خودش رو استوار نگه داره اما حادثه در حقیقت رخداد منفی زمانی به اوج خودش رسید که بهای نفت در سراشیبی افتاد و نیکولاس مادرو جانشین هوو چاوز طی مدتی کم و بیش کوتاه با سقوط 73 درصدی درآمدهای صادراتی خودش روبرو شد و نخستین واکنش آقای مادرو شدت بخشتن به انتقاد ها بود ایالات متحده رو متهم کرد که با سازمان دادن سقوط قیمت نفت میخواهد نه تنها کاراکاس بلکه مسکو و تهران رو تحت فشار قرار بده و یا صفهای طولانی در برابر مراکز خرید هم از دیدگاه رهبران ونزوئلا حاصل توطعی بوده که واشنگتن علیه ملت انقلابی این کشور سامان داده تا نیکولاس مادورو رو به سرنوشت سالوادور آلنده رئیس جمهوری شیلی در اوایل دهه 1970 دچار کنه با این حال گفتمان ضد امپریارسی جانشین هوگو چاوز از مهار واقعیت های تلخ اقتصادی طبیعی که ناتوان هستش و در همین ارتباط صندوق بین المللی پول نرخ تورم ونزوئلا رو در سال 2016 720 درصد پیش بینی کرد در بانک های رسمی هر دلار با 6 بولیوار یعنی پول ملی ونزوئلا معاوضه می شده در بازار آزاد ارز در کاراکاس قیمت هر دلار هزار بولیوار هستش و مشکل بزرگ این هست که شرکت ملی نفت ونزوئلا به شدت بده, بده کاره و در حال حاضر تنها باید ده میلیارد دلار برای باز پرداخت اصل و فرع بدهی خارجی خودش هزینه کنه این پرسشی هستش که حتی مردم ایران به خوبی با اون آشنا هستند که این روزها در کاراکاس بیش از گذشته شنیده میشه که کجا رفت اون همه دلار که در فاصله سالهای 2004 تا 2014 از محل صادرات نفت به خزانه شرکت ملی نفت این کشور ریخته شده بنابراین کشور ونزوئلا که در حال حاضر ماهاس با چالش های گسترده اقتصادی سیاسی و اجتماعی روبرو بوده شرایط پیچیده ای رو تجربه میکنه از بحران اقتصادی گرفته تا ناامیدی مردم این کشور نسبت به آینده کمبود شدید دارو و عرضه اون در ونزوئلا موجب شده که تا وضعیت بیمارستان ها به شدت رو به وخامت بره سوء تغذیه هم یکی از چالش هایی هست که شهروندان این کشور با اون در دست و پنجه نرم کردن هستن و در حال حاضر همه در مورد وضعیت ونزوئلا به اون از آن دارن که چشمانداز نامشخص این کشور در منطقه امریکای لاتین هستش و از طرف دیگر کمبود شدید مواد خوراکی و دارو و همچنین تورم بسیار بسیار بالا در اقتصاد به نفعی به شهروندان این کشور فشار وارد آورده که اونها ناگزیر از مهاجرت از این کشور به دیگر کشورها شدن شمار بسیاری از ونزوئلایی ها معتقدند که اکنون برای بقا باید از این کشور خارج شد و تشدید بحران مهاجرتی ونزوئلایی ها چالش های جدیدی رو در حقیقت برای دولت های منطقه هم برای رسیدگی و رفع نیازهای انسانی اونها ایجاد کرده که موج عظیمت مهاجران ونزوئلایی در بهبوه تشدید و خامت اوضاع این کشور یه روند سریعتری به خودش گرفته به طوری که رئیس منطقه آژانس پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده که شمار عظیمت مهاجران ونزوئلایی به کشورهای منطقه رو به افزایش هستش از این گذشته در حقیقت دولت نیکولاس مادرو اعلام کرده که کشورش درگیر جنگ اقتصادی تحت هدایت امریکا هست اما مخالفان دولت کاراکاس او رو عامل سوء مدیریت و ایجاد بحران کنونی میدونن که در واقع مادرو اخیرا ضمن اینکه به اشاره کرده به اجرای طرحی جامعه برای احیای اقتصاد ونزوئلا به مردم این کشور قول داده تا شرایط رو به حالت عادی برگردونه اما با توجه به تحولات چند ماه اخیر و تداوم وخامت وضعیت اقتصادی طبیعیه که بعید شرایط این کشور منطقه امریکای لاتین به این زودی بار ثبات بشه اما فراموش نکنیم که بحران در ونزوئلا طبیعی است که تاثیر مستقیمی میتونه بر کشورهای همسایه هم بگذاره به طوری که شکیبایی دولت‌های منطقه به دلیل در حقیقت که مواجه شدن با این موج عظیم مهاجران ونزوئلایی تموم شده و اینکه برزیل که ده ها هزار شهروند ونزوئلایی رو پذیرفته در حقیقت از اوایل ماه اوت یا همون اگست مرز شمالی رو به روی این مهاجران بسته و مقامات برزیلی هم اعلام کردن که دیگه نمیتونن این حجم از مهاجران رو پذیرا باشن و چندی پیش هم برزیلی های خشمگین کمپ این کمپ های مهاجران ونزوئلایی رو در یکی از شهرها به آتش کشیدن و 1200 مهاجر ناگزیر به بازگشت به مرزها شدند و از اینها گذشته شیلی و کلمبیا یک تدابیر تازه‌ای رو برای ممانعت از ورود ها به این کشور اتخاذ کردند پرو اکوادور هم به همچنین یک تدابیر مشابهی رو اجرا کردند و در همین رابطه سازمان سخنگوی ارشد سازمان ملل در امور پناهندگان از خروج مهاجران به عنوان یکی از بزرگترین حرکت دست جمعی از کشوری به کشورهای دیگه یاد کرد که به نظر میرسه با توجه به وضعیت ونزوئلا روند خروج ونزوئلایی ها از این کشور نه تنها ادامه خواهد پیدا کرد بلکه سرعت بیشتری میگیره چنین روندی میتونه چالش های جدی رو در منطقه امریکای لاتین ایجاد بکنه و دولت ها رو به اتخاذ سیاست های تازه وادار بکنه بر اساس در همین ارتباط بر اساس گزارش های میدانی یک روزنامه ایتالیایی در تهران در مصاحبه با یک مغازهدار فرش فروش اعلام میکنه که تحریم ها آشفتگی اقتصادی رو به صورت محسوسی افزایش داده افزایش قیمت سرسامآور کالا تنها یک سوی قضیه است بدتر از اون در حقیقت کاهش شدید قدرت خرید مردم با درآمدهایی است که روزانه کوچکتر میشن در واقع این فرش فروش آینده سیاهی رو برای وضعیت معیشتی مردم ترسیم کرده و میگوید اگر این اوضاع ادامه پیدا بکنه ایران ونزوئلای دیگری خواهد شد و مردم گرسنه به نانوایی ها حجوم خواهند بود در واقع در کنار این وضعیت بقرنج اقتصادی و تورم بالا در ایران هم به نحوی موجب شده که مهاجرین افغان هم از این کشور از کشور ایران خارج بشن و اینکه چون در ایران ماندن و پیدا کردن کار در این کشور اساسا براشون دیگه صرفی نمیکنه با توجه به اینکه ارزش ریال ساقط شده سقوط کرده و گرانی بیش از حد هستش و اونها نمیتونن وضعیت متعادلی رو در ایران داشته باشند در پشت خوشبینی رسمی محافل نزدیک به دولت حسن روحانی اما میدونیم که یک بدبینی گسترده نهفته بسیاری معتقد هستند که اروپا نخواهد تونست جمهوری اسلامی رو در دور زدن تحریم ها کمک برسونه دقدقه این روزهای نیروهای انتظامی مردمی هستند که از گرسنگی و برای وضعیت وخیم معیشتیشون به خیابان میان و مرتب این طرف و آن طرف شهر تجمع میکنن و این در حالی هستش که از اون همه دلارهای نفتی که در واقع صاحب امتیازان شرکت های بزرگ در ونزوئلا اونها رو دریافت کردن کشوری که در فهرست سازمان شفافیت بین به حیث درجه فساد در رده 158 قرار داره یعنی 28 پله فاسدتر از جمهوری اسلامی در ایران اما بخش بیشتر اون در راه برنامه های پوپولیستی از جمله توزیع بنزین تقریبا رایگان استخدام کارمند و پخش کمک های جنسی و نقدی عوام فریبانه به هر رفته و این در حالی هستش که از سرمایه گذاری های ضروری از جمله در صنایع نفت کشور هیچ خبری نبوده و حاصل اینکه که امروز نظامی که خودش رو پرچمدار سوسیالیسم قرن 21 یکم میدونسته و دنیا رو به انقلاب فرا خونده برای تأمین نفت سبک مورد نیازش به مهمترین دشمن خودش امریکا که به تازگی به جرگه صادرکنندگان کنندگان نفت پیوسته و متوصل شده و این در حالی هستش که وزیر خارجه امریکا روز شنبه ششم بهمن در شورای امنیت سازمان ملل متحد از همه ملت ها خواسته که از مردم ونزوئلا برای رهایی از حکومت نیکولاس مادرو حمایت بکنند. آقای وزیر امور خارجه در اظهارات خودش دولت مادرو رو دولتی مافیایی و نامشروع خونده و با اشاره به بحران ونزوئلا بر ضرورت اقدام فوری برای کمک به مردم این کشور تاکید کرده در حقیقت امروز از هر ده شهروند ونزوئلایی نه تن اونها در فقر زندگی می کنند میلیون ها تن به آب آشامیدنی و خوراک دسترسی ندارند از هر چهار واحد بیمارستانی سه واحد تعطیل شده سه میلیون ونزوئلایی ناگزیر شدن که سرزمین خودشون رو ترک کنن و به کشورهای دیگر منطقه برن که این موارد خودش ثبات و صلح رو در منطقه تهدید میکنه از اینها گذشته واشنگتن با اعلام حمایت از مخالفان مادورو که همون مردم هستن اعلام کرده که خوان گوایدو گو رو به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناخته که برخی از کشورهای امریکای لاتین مثل برزیل آرژانتین هم چه موزی رو اتخاذ کردند و جالبتر این هستش که در این بین سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و اسپانیا با اعلام حمایت از مخالفان به نیکولاس مادورو هشت روز مهلت دادن تا نسبت به برگزاری انتخابات آزاد در ونزوئلا اقدام بکنه که این سه کشور هشدار دادن که در غیر این صورت خان گوایدو رو به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا به رسمیت چن... خواهند چرا و این در حالی هستش که پرسش رو میتونیم اینطور مطرح بکنیم که چرا اروپایی ها از اعتراضات مردم در ایران حمایت نمیکنن. با توجه به اینکه در ایران سالیان است که چهار دهه هست که مردم تحت ستم و سرکوب یک رژیم تورانی و واپسگرای مذهبی هستند طبیعی هستش که میتونیم اینطور پاسخ بدیم که منافع اقتصادی و بازرگانی این کشورهای اروپایی مقدمه بر وضعیت مردم در ایران است اگرچه بعد از اجرای دوباره تحریم ها از مرداد 97 تا کنون این موجب شده که بسیاری از شرکت های بزرگ اروپایی مثل ق... توتال فرانسه یا شرکت های آلمانی فرانسوی اینها در جهت حفظ منافع خودشون اقدام به فسخ قراردادها با دولت جمهوری اسلامی و یا معلق نگه داشتن اونها شدن و از طرف دیگر برخی از کشورها هم جانب مادرو را گرفتن و از اون حمایت کردن که این کشورها عبارتند از چین، روسیه، سوریه و ایران که چهار نمونه از این کشورهای حامی دیکتاتور مادرو هستند. و وزیر خارجه امریکا اعلام کرده که با توجه به تلاش هایی که صورت دادن یک نشست در شورای امنیت در خصوص ونزوئلا برگزار خواهد شد که این شورا یک صدا از مردم ونزوئلا و ارزش های دموکراتیک حمایت خواهد کرد و این در حالی هستش که روسیه مخالف بزرگ این نشست بوده که نماینده اون تاکید کرده که ونزوئلا که تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی نیست که نیازی به برگزاری چنین نشستی باشه و با توجه به اینکه امریکا حمایت خودش رو از مر مردم و رئیس جمهور موقت ونزوئلا کرده گفته که منابع مالی حکومت غیرقانونی مادورو رو ما در اختیار دولت موقت خوان گوایدو قرار میدیم که بتونه از این منابع استفاده بکنه با توجه به این مواردی که عرض کردم دولت امریکا حکومت مادورو رو نامشروع میدونه و رئیس جمهور موقت ونزوئلا خان گوایدو رو به رسمیت میشناسه و این در حالی هستش که مادرو دستور داده که سفارت و کنسولگری های ونزوئلا در امریکا تعطیل بشن و از طرف دیگر وزارت امور خارجه اعلام کرده که دستور خروج کارکنان غیر ضروری سفارت ایالات متحده در ونزوئلا هم صادر شده و از اینها گذشته اعلام کردن که ما در حال حاضر جمهوری موقت گوایدو رو به رسمیت میشناسیم و از او خواسته او از ما خواسته که در چارچوب روابط دیپلماتیک در ونزوئلا حضور داشته باشیم بنابراین تحت چنین اختیاری هستش که حق ادامه معمولیت دیپلماتیک در کاراکاس ونزوئلا رو امریکا داره و به معمولیت خودش ادامه میده و این در حالی هستش که به گزارش های سازمان های بین فرماندهان ارشد ارتش ونزوئلا از نیکولاس مادرو حمایت کردند ده ژنرال ونزوئلایی که کنترل مستقیم هزاران نیرو رو در اختیار داشتن در یک برنامه تلویزیونی حتی حضور پیدا کردند و از اینها گذشته با توجه به آنچه که عرض کردم خدمتون کشورهای امریکا، کانادا، فرانسه، بریتانیا، برزیل، آرژانتین، پرو، گواتمالا و کلمبیا اعلام کردند که خوان گوایدو رئیس جمهور موقت ونزوئلا هست و اونها به رسمیت میشناسنش و در مقابل روسیه، ایران، چین، کوبا، مکزیک و بولیوی از حکومت مادورو حمایت کردن در حقیقت میتونم اینطور عرض بکنم که اگر چنانچه در کشوری انقلابی رخ بده و حکومت مردمی قدرت رو به دست بگیره و دست جنایتکاران رو از منابع میلیون کشور قطع کنه مشکلات زیادی برای اون ها اتفاق میفته نخست سعی میکنن رهبران اون جنبش رو با رشوه و کمک به طرف خودشون برگردونن مثل عربستان و کویت و و سایر کشورهای دیگری مثل ایران که اگر در حقیقت تو اون کشور تو کشور ایران کسی همانند دکتر مصدق تسلیم نشد با کمک ارازل و اوباش و البته روحانیون دولتش رو ساقط کردن همین رئیس جمهور ونزوئلا هم اگر با خواسته امپریالیستا موافقت میکرد میتونست با به دست آوردن ده درصدی درآمد کشورش از صنعت نفتش که بزرگترین ذخایر نفتی جهان رو داره برخوردار بشه و از طرف دیگر کمیسیون های حقوق بشر سازمان ملل متحد اما خواستار انجام تحقیقات مستقل و بیطرفانه در خصوص خشونت نیروهای نظامی و امنیتی ونزوئلا علیه معترضان شد که این روزها در خیابانهای ونزوئلا رخ داده از این گذشته ایران ونزوئلا و چهار کشور افریقایی به لیستای کشورهای منفعل در مقابله با قاچاق انسان اضافه شدند امریکا اعلام کرده که دستور داده ایران ونزوئلا و چهار کشور افریقایی در لیست کشورهایی قرار بگیرن که متهم به قاچاق انسان هستند دولت امریکا از رئیس صندوق بین المللی پول و دیگر بانکها و موسسات مالی و سرمایه گذاری بینالمللی خواسته که از اعطای وام و جریان دیگر سرمایه ها به کره شمالی روسیه و ایران که از سال مالی 2018 آغاز شده جلوگیری به عمل بیاد به موجب قانونی که در سال 2000 تصویب شد در امریکا تحت عنوان حمایت از قربانیان قاچاق انسان که به هیچ یک از کشورهایی که نتونستن حداقل استانداردها برای از بین بردن قاچاق انسان رو رعایت بکنن و هیچ تلاشی هم برای انجام این کار نکردن کمک خارجی به صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت نمیگیره و حتی کاخ سفید اعلام کرده که در سال مالی تازه ایران ونزوئلا، جمهوری دموکراتیک کنگو گینه استوایی سودان جنوبی و سودان هم به این لیست اضافه شدند در واقع این تصمیم پس از اون اعلام شد که دانالد ترامپ رئیس جمهور امریکا جمهوری اسلامی و ونزوئلا رو در لیست کشورهای قرار داد که شهروندان اونها برای سفر به امریکا دارای محدودیت هایی هستند و حتی به موجب گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده جمهوری اسلامی هیچگاه تلاش محسوسی برای رفع مشکل قاچاق انسان انجام نداده البته حتی در این گزارش هم تاکید شده بود که این کشور گام هایی رو در این زمینه برداشته از جمله راه اندازی مراکزی برای کمک به افراد قربانی قاچاق انسان در حقیقت یکی از موارد مهمی که در گزارش وزارت خارجه امریکا اومده مربوط به ایران و در ارتباط با قاچاق انسان و سوء استفاده از کودکان برای اعزام به جنگ در سوریه و عراق بوده که در این گزارش به شدت از اون انتقاد شده. از اینها گذشته من برای پایان سخن میتونم اینطور عرض بکنم که در زمان جنگ سرد اتحاد جمهوری جماهیر شوروی و شرکا تمام همتشون این بود که در حیات خلوت ایالات متحده امریکا یعنی امریکای لاتین که شامل امریکای مرکزی و جنوبی هستش نفوذ پیدا بکنن و مشکلاتی علیه رهبری قرب و در نتیجه جهان سرمایداری ایجاد بکنن در حال حاضر روسیه و رژیم جمهوری اسلامی این قصد رو دارن ایدئال این دو کشور سوریهی کردن امور به ویژه برای ترامپ در ونزوئلا هست به همین جهته که بیدرنگ بعد از شناسایی خوان گوایدو رئیس شورای ملی ونزوئلا به عنوان رئیس جمهور موقت دوران انتقالی از طرف ترامپ روسیه بالعکس رفتار میکنه و برای حمایت از دیکتاتوری نیکولاس مادورو نیرو اعضا میکنه رژیم و حزب که در حمایت از اون هستن که دخالت میکنند در حقیقت میتونیم اینطور بگوییم که از سوی دیگر هم اخیرا صدر آلمان نگرانی خودش رو از بازگشت مجدد بحران اقتصادی اعلام کرده و اینکه نفت خلیج فارس و امریکا که شامل ونزوئلا هم هست نقش مهمی رو در این رکود یا برعکس رونق اقتصادی میتونه میتونن ایفا بکنن به همین جهته که بعد از شناسایی اقدام گوایدو از طرف ترامپ، رهبران آلمان، فرانسه و بریتانیا از او حمایت کردند. تحریم نفت ونزوئلا اگرچه خاتمه پیدا کرده با ورود اون به بازار جهانی قیمت نفت کاهش پیدا میکنه پیشنهاد فرانسه در حقیقت جهت برگزاری انتخابات آزاد آلترناتیو اقدامی هست که روسیه و رژیم جمهوری اسلامی قصد برعکس اون رو دارن و هر گونه افزایش قیمت نفت به نفع پوتین و رژیم جمهوری اسلامی هستش یعنی اینها به این شکل میخوان این روند رو به نرف خودشون برقرار بکنند چین از طرف دیگر چین در حال رکود اقتصادی و در نتیجه نگران افزایش قیمت نفت و قدردان سکوت امریکا در مقابل اونچه که در روابطش با چین ملی میگذره هستش در نتیجه اه، اه، چندان شوق و ذوقی به دخالت در این امور رو نداره در نتیجه اینکه مسکو و تهران میتونن بازنده این ماجرا باشن از این بیشتر میتونم عرض بکنم که اخیرا وزارت دادگستری امریکا پرده از یک پرونده پولشویی در ونزوئلا برداشته که عاملان اون کارگزاران سابق شرکت ملی نفت ونزوئلا هستند و این امر یکی از شباهت های جمهوری اسلامی و ونزوئلا هست و حتی اخیرا مجمع تشخیص مسلحت نظام لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو رو رد کرده پیش از اون هم پیوستن به همون در واقع کنوانسیون FATF یا همون مبارزه با پولشویی بود که اون رو هم تقریبا دو هفته پیش از این مجموعه تشخیص مسلحت نظام جمهوری اسلامی اونو اون رد کرد. در مجموع اقتصاد در ایران و ونزوئلا به حیث وابستگی به نفت به لحاظ نقش محوری نهادهای حکومتی و شبه حکومتی در مالکیت و تصمیم گیری های اونها و چه به حیث فساد و ناکارایی مزمن یا همون کرونیسک و گستد شباهت های زیادی با هم دارند مبهم شدن وضعیت بازار نفت و خاتمه پیدا کردن دوران اتکاب درآمدهای نفتی افزون بر بحران در مناسبات خارجی و همچنین در عرصه سیاست داخلی هم بر بحران اقتصادی تاثیر میذارن و از اون تاثیر میپذیرند. تنها تفاوت این بین جمهوری اسلامی و ونزوئلا در چندگانگی نهادهای قدرته که در ونزوئلا کمتر از جمهوری اسلامی در ایران هست و دولت واقعا اختیاردار کامل امور قانون اساسی کشور کمتر ایدئولوژیکه در ونزوئلا و وزن نهادهای انتصابی در اون هم به سنگینی و وسط قانون اساسی در ایران نیست به سخن دیگر میتونم اینطور بگویم که در هر دو کشور حل بحران اقتصادی بیش از گذشته با تصمیمات سیاسی گره خورده چه تصمیماتی در عرصه داخلی و یا در مناسبات بین و منطقی نظام حقیقی حقوقی و قانون اساسی ایدئولوژیک و مبتنی بر دور باطلی که نهادی مثل ولی فقیه اختیارات گسترده اون رو داره و غیر پاسخگو هست محور اون رو تشکیل میده اما حرکت جمهوری اسلامی در ایران مسیر چنین تصمیماتی رو دشوارتر میکنه چنانچه در بحران های مشابه قبلی هم شاهد بودیم اما در ونزوئلا روند نظام تصمیم گیری آسونتر از ایرانه و اگر اراده قوی برای تغییر و تحول باشه و معادلات داخلی و خارجی و منافع گروه های درگیر بر سر یک راه حل ملی به اجماع برسه طبیعی هست که بحران اقتصادی به ویژه ساده تر حل خواهد شد سپاسگزارم جناب آقای بهبهانی بزرگوار از این وقتی که به من دادین و تشکر می کنم از دوستان ارجمندی که به این برنامه توجه داشتند. Hallo? Hallo? Alors...